دمر خوابیدن و گفتن چیا کنی شما بیان چیا کنی؟ بیا مثلا عذرخواهی میکنم شما ما این کارو نکردیم امتنا میکردیم دوستان لخ دمر خوابید اگه این بری میخوابید اون داستان بود رسالت ها و فساد ها با افشای جنایت های سعید طوسی علیه ده ها بچه 9 تا 13 ساله علنی شد در واقع جنایات سعید طوسی دوستان جنایات سعید طوسی اینجا مروری میکنه به یکی از برنامه های گذشته شد این آقای فلاحتی و جالبه این سوال بسیار گنده خفن هست اینجا گوش می چی میگه؟ در سطح وسیع با همت و شجاعت عده‌ای از قربانیان سعید طوسی در گفتگو با همین برنامه صفحه آخر و در بررسی موضوع ما به این نتیجه رسیدیم که سعید طوسی رو علی خامنه‌ای از مشهد به تهران آورد. اوست سر گنده ما که طوسی کنده هست اینجوریه. ببینید به چی میگه. علی خامنه‌ای از مشهد آورد تهران تو خیابون فاطمی خونه بهش داد. باور کنید روح الله زما اصلا با اون عملیات جانگولر گرفتن و آوردن و کشتنش دلیل اصلیش همین بود. همین خانه خیابان فاطمی بود. چرا؟ سوال کنید تو ذهنتون بپرسید چرا باید سعید طوسی رو فقط این همه واری غار دارن میزنن تو این مملکت؟ کلی تهران قاری خوش صدا داره قارقار بغن میکنه. چرا سعید طوسی باید بشه؟ سعید طوسی ببینید چیزشو این قرائت قرآنشو چیز تاپی هم نیست. او این سعید طوسی رو هم مشهد آورد تهران بهش مسکن و امکانات داد. مفصل گزارش ها شاید حتما دیدین دیگه با جزئیات گفتیم. چرا؟ باز ارجاعتون میدم به شخصیت این بیناموس علی خامنه ای. این شخصیت رفیق باز نیست. یعنی اینجوری نیست که کسی برای کسی بمیره یا هر به یه دلیلی یه کاری انجام میده. او را ارشد قاریان قرآن بیتش کرد در جلسات مهم حکومتی از جمله شروع دوره دهم مجلس شورای اسلامی. سعید طوسی را به مجلس فرستاد برای گشایش قرآنی نخستین جلسه دوره جدید مجلس. به آموزش صوت و لحن قرآنی پسراش از جمله مجتبی گماشتش بفرما. اینجا الان لو رفت که مجتبی هم کونیه و بقیه پسراش میثم هم کونیه. همه رو کرده سعید طوسی، مطمئنم کرده. یعنی مجتبی رو که وقتی خود خامنه ای میکنه از میثم و مجتبی و مسعود دست برمیداره، همه رو کرده. یعنی به عنوان معلم خصوصی مجتبی و برادران، یا معلم خصوصی مجتبی و برادران بوده که در بستو بیت هم هستی راحت. از سال 89 که 21 نفر شاکی و شاهد علیه آزار جنسی سعید طوسی به کودکان به دستگاه عدل جمهوری اسلامی شکایت میکنند و بیش از 10 حلقه سیدی فیلم صدا به اوزاد برای اثبات جرم طوسی ارائه میدن. به قضات کونی به دستگاه قضایی که کونی ها ادارش میکنن دوستان یه ده انمغز شکایت کردن. حالا فکر نداریم انمغز هم دیگه بچه شون میفرستن کلاس قرآن انمغز دیگه درسته؟ جالب اینه که همون انمغز ها همچنان هم بر انمغزی خوشون رو میدن دیدن علنی چه کسافتیه. خب میخوان به دادگاهی که کونی ها ادارش میکنن قانونش رو فرض میکنن شکایت کنن. حالا این چه اتفاقی میفته؟ تاریخ 16 مهر 1391 این مدرک دیگه بگه فیلم سی دی صدا و دیگه خود یه پزشکی راحت میتونه این دی ان ای این بیناموس رو پیدا کنه تنه اینا دیگه. بچه ها همه رو سوار شده کونی بی پدر بیناموس یه دونه رو سالم نذاشته می برده که بتکونه. قرار مجرمیت علیه سعید طوسی صادر میشه به امضای آقای کیان منش بازپرس شعبه 15 دادسرای کارکنان دولت. شاکی ها و خانواده هاشون می دون تا مجرم بودن سعید طوسی رو تبدیل کنن به در واقع برسونن به صدور حکم مجازات. حکم مجازات
یادتون میاد با همین تماس گرفت سعید توسی از تهران با خود فلاحتی صحبت کرد، کونده پدر گفت من قربانی شدم. من قربانیم، من الان نمیتونم توضیح بدم به خاطر این مسائل، ولی قربانی شدم. سعید توسی قربانیه. آخرش چی میشه؟ قوه قضاییه 19 بهمن 96 در آستانه سالگشت انقلاب باشکوه بهمن 57، 19 بهمن 96 اعلام میکنه که آقای سعید توسی از همه اتهامات تبرئه شد. چرا؟ دوستان بپرسید از خودتون چرا؟ سعید شما میخوام علی خامنه ای تماس گرفته گفته آقای بپیچونیم پرونده، چرا این کار کرده؟ ببینید باز میگم شخصیت علی خامنه ای بیناموس رو مرور کنید، برید سراغ مثلا اونایی که خیلی جان برکف بودن براش، مثلا سعید امامی و زنش، دیدین چه بلایی سرشون اومد. سعید امامی، سعید اسلامی اصلا کشته مرده آقا بود، معروف دیگه، میگن زن آقا لباساشو خودش تش میشست، گفت این سعید جان آقاست، اون بلا سرش آورد. می اصلا داستان این ملیجک و مجیزگو و اینا نیست که خامنه ای میخواد. خامنه ای عقربیه دوستان، توهین به عقرب است. روتیل چیه این بیناموس که اگر مجال نیش زدن داشته باشه حتما میزنه، یک ثانیه صبر نمیکنه. اگر نیش نمیزنه نمیتونه بزنه. تو این مرور کنید، تو این 6-7 ماهی رشتن کنونش رو باره میکردن، پدرش در اومده بود و چه سوتی داد گذاشت زنی بدون حجاب خیابون به چرخه، دخل خوش آورد. علی خامنه ای چرا باید سعید توسی برایش انقدر مهم بشه؟ پس که مثلا من میگم این کنکنشه، خب کنیه کنکنشه، این هم کنکن هست که سعید توسی مثلا کیلش تلاست؟ نه، یه خود برو کنید تو زنتون چیه؟ چرا یه داستان نمیتونه علی خامنه ای سعید توسی رو به یه دلیلی نمیتونه این همه اونایی که اومدن ازش شکایت کردن طرفدارای نظامن، کیا بچه‌شون رو میفرستن کلاس قرآن؟ ان مغزایی که متمایل به نظامن، اونا اومدن شکایت کردن، رهبری مثلا یه کاری بکن، رهبری تماس گرفته که مخدومه کنی. فقط صحبتای یکی از شاکی ها و قربانیان تجاوز جنسی سعید توسی رو برای یادآوری خیلی خوبه که بشنوی. این جالبه، این خیلی جالبه دوستان، یکم خنده داره، خب یکم که خیلی خنده داره، ولی مثلا ممکنه پیش بیاد تو ذهنتون که این نباید بهش خندید، قربونی هن اینا. من میگم نه، اینا قربونی نیستن، بلکه انمغزن، حقشون بوده. الان بری به خانواده این پسر صحبت کنی، هنوز قرآن میخونه، هنوز نماز میخونه، بابای چونیش که فرستادتش 12 سالگی پیش سعید توسی هنوز متوسل به ائمه اطفال. پس کاملا میشه به اینها ببینیم چی تعریف میکنه، چه خنده‌دار. اقلا انمغزه کاملا میگه داستانو. سال 88-89 که یکی از قاضی بین‌المللی با ما تماس گرفتن با پدرم، گفتن که ما میخوایم ایشون، یعنی من رو، میخوایم بفرستیم با یکی از قاریای قرآن آقای توسی، محمد گندم نجات. نمیدونستم اون موقع هنوز معروف نشده بود استاد توسی. استاد توسی هنوز معروف نشده بود. این موقعی گفته چی هایی آقای توسی قاری به ایده رهبری هستن؟ حتما سری کاغذ برین یادداشت کنم کجا بفرستم بچه همو. کونی نفهم تو روی هم پدرت ملغیدم، بچه 12 ساله رو داده دست گرگ، بنه رو داده دست عمو جغد شاخدار. توسی مشهور به سعید توسی، محمد گندم نجات مشهور به سعید توسی. بسیار خطرناک، این موجود را هر جا دیدید پا به فرار بگذارید. این بیناموس به صغیر و کبیر رحم نمی کند.
به جهت تلاوت قرآن به کشور برمیگرده، سریلانکا مثلا، آره اندونزی. کشور چرا بو میذاری؟ این کشور انمغزاست دیگه. روش های مخ زدن استاد طوسی رو دقت کنین، خیلی میگم گیگیریه دیگه، انمغزه دیگه. آره قرآن مورد دوازه به سادگی ساده رو کراس میگه، خیلی خیلی ولی خنده دار میشه یه جاییش. سال 89 از محضر شما که منم رفتیم پدرمون اعتماد کردم بهشون، منو فرستادن یک شب رفتیم اونجا. شب چرا فرستادنت؟ پدرت چرا بیشور بود؟ چرا حالا شب فرستادتت؟ شب بری قرآن بخونی؟ چرا شب؟ حالا اون موقع سعید طوسی رو نمیشناختین، ولی شب بخواه میپرسه بچه 12 سالش رو بره قرآن بخونه؟ بذار کونی داشته جهت تلاوت قرآن. بعد ایشون، من متوجه این شدم که حرکات غیر عادی دارن این. یه خود انمغز نگاه کرده دیگه متوجه شده استاد، استاد استاد حرکات بسیار غیر عادی دارید. می استاد طوسی این برانبر نگاه کرده، گرم هم به دل دکمه رو باز میکنه، یا علی از تو مدد. استاد طوسی، استاد این چه حرکت پشم زیلت رو ریختیم بیرون. استاد خیلی صحنه رو تجسم کنید، نمیشه ازش فیلم ساخت، تجسم کنید چه خنده داره. مثلا میگن اجازه بدید یه مایوی برای شما برداریم اونجا، اگر فرصتی پیش اومده اینا با هم استخ بریم. اصلا ببین درباره قرآن و احادیث و سیره پیامبر اینا صحبتی نداشته استاد طوسی. خب استاد طوسی اول گفته های بیای مثلا مایو مهمه، هیت نه مسواک نه خمیر دندون، حتی قرآن جلد ضد آبش شد تو همون باید بخونن دیگه. لباس مثلا چی برده وسایل چینه مایو یه سنایی هم بریم. می چقدر می رفته سر اصل مطلب. مطلب استاد، استاد طوسی تصور کنید لاشه کنو بچه 12 ساله رو دیده دیوانه شده دیگه، اصلا دست خودش نیست، پدوفیلی بی ناموس. بعد عرض محسن شما که تو راه تو فرودگاه امام خمینی که تو مسیر بودیم شروع از همونجا شروع کرده، شروع کرده مقدمه چینی و خواستگاری کردن و یعنی اصلا داستان این که بریم مثلا من یک کلاقی بهتون نشون بدم سیگار میکشه اصلا این داستانه نیست. تو راه فرودگاه ادمغز امام خمینی باشه کن شروع کرده تو ماشین مسائل چی ببین چی میگه میکردن، بحث علائم بلوغ و علائم بلوغ پدست آخه اولاق ادمغز 12 سالش بود الان. ولی بعد میپرسید که مثلا ببین این داستان این چیه، چرا من گفتم معلومه ممکن مثلا این چیز بگین مثلا این چیزا هورمونی هست، این برای خود اگه پیش بیاد چی؟ این خنده نداره. بعد دوستان اشتباه داری میکنی، این اتفاقا میشه بهش خندید، برای که پدر مادر این قربونیه، این هم قربونیست، برای که این احمق از تو خانواده بزرگ شده دیگه. پدر و مادر این هیچ اینقدر ببینین آرناموسی ها دارن کره خرا این مذهبی ها، بچه خودش باید کشف کنه چیزاری جنسی رو. خانم دکتری بود توی تلویزیون داشت میگفتش که آقا یاد بدید به بچه هاتون از کودکی که نقاط حساس بدنشون کجاست و باید از خودش و باید از اون محافظت، هیچ کسی حق نداره بهش دست بزنه. اینو یادشون بدین، میگفت این فرهنگ ترکمان ایرانیه که هیچی ما اصلا خجالت میکشم پیبا کونی کونه بچه به باد میره اینجوری یادش بده. بعد این بعد حالا خود اینم هم مغز دیگه بچه، خب یعنی فکر نمیکنه آقا دیگه شورتش تو خیابون که نمیتونه در بیاره، خب این وقتی داره ما رو به این مسائل صحبت میکنه یه کرمی داره دیگه، خب یه چه نگهت داره با من بعد هم میشه بابام با توسی میره کونی. خیلی نفهم بودی دیگه عزیز من، گفتن در این سنین یه سری تغییراتی در صدای شما ایجاد میشه و اینا، تغییراتی در صدای شما ایجاد میشه و بعد یه سری مثلا یه آیه رو خونده و اذا کان کون کن الله الله الله
اصلا درباره قرآن و مسائل قرآنی و مسابقه و اینا صحبت نمیکرد. صداتون دوران بلوغ یه اتفاقاتی میفته، من خودم به صورت عملی نشونتون میدم. حالا تو همون مثلا من بلوغ شدم، شما میخواید بالغ بشین چه شکلی میشین؟ خب میره پاجی لباسو در میاره، بلوغ به این شکله، اینجوری میاد بالا وا میسته. الان مال شما اون چیز خاصیت رو نداره، ولی در آینده میاد بالا وا میسته اینجوری. بعد شروع کردم به تعریف کردن جوک های مستهجن و زشت. اصلا رم دیگه جوک سکسی گفته مثلا. زشترین تو ان مغز نگفتی این قرآنی که مثلا قرآن که توش ببینیم چه بیشورم، برای اینکه با خانواده‌ای هستن که اصلا درباره این مسائل نباید این آخوند کونی نباید باشون صحبت کنی. کونده ای آخوند معتقده که دختر و پسر پنبه و آتش هم شنیدین، نه نباید کنار هم باشن. کونی نفهمو میبینی؟ بعد مطالبه میکردن که بله این تو این قضیه شما با من همراهی بکنید. مطالبه میکردن. چه جالب صحبت میکنه. مطالبه میکردن که شما تو این زمینه با من همراهی کنید. همراه شو عزیز. خیلی والا هاش سعید توسی، شما باید با من همراهی کنید. ما به همراهی شما نیاز مندیم دوست عزیز، باید همراه بشید و باید آینده رو بسازیم با هم دیگه. بعد ما اون چی که از ایشون دیدیم در طول سفر، یعنی از اون وقتی که رفتیم تا وقتی که برگردیم، ایشون مدام فقط حرفای سکسی میزدن که من متوجه شدم که این منبع به تحریک و تشویق به فساد بود. آفرین با شعور، آفرین آلمان. بعد این همه منبع به تحریک و شروع چی فساد بود؟ خوب متوجه شدی، ولی کونه رو دادی باز اونجا، کونه رو دادی. ببین به بچه یاد ندادن اگه با یه روی یه همچین سایکوپد چی میگن پدوفیل بیناموسی بخورد، هر جا هستی بالاخره مردم هر کشوری هستی برو داد بیداد کن دیگه، با یه روی خود بهم تجاوز کنه. این مرد منم جنسم نره بیناموس میخواه بهم تجاوز کنه. اصلا بعد دیدید که چه اتفاقی میفته. حالا درباره خانم و دختر هم همینجوریه، باز وقتی بهشون تعدی شده، بهشون ظلم شده، یه کاری میکنن، جامعه یه کاری میکنه که نیاد بگه، میام این نزن تقصیر خودش که میخواستم منو تحریک بکنم. بعد خواست تو تحریک بکنه، تو تحریک میشدی تو 12 سالگی؟ اصلا چی با راسته حاج توسی تحریک میشدی تو؟ مرد حسابی چیه تو رو میخواست تحریک کنه؟ مرد بود، بابات به تو یاد نداده بود پسر خوب که چجوری تحریک. تو تحریک شدن اصلا نمیدونستی چند این چیز چیه تو داری میگه تحریک شدن مرد و زنه، من دارم که اختلال داشته باشی. حاج توسی ها خطرناکه، بانر اما جغد شاخ داره. تو فرودگاه وقتی داخل هواپیما شدیم و اینا نشد دست و انداخته لپا و یا علی از تو ما دست سوره مومنون رو بخون پسرم ببینم. یه خیالش جمع شده که رو دیگه داره چیز میکنه، داره تیک آف میکنه هواپیما، میدونه که صدایی به جایی نمیرسه، شروع کن سوره نازعات رو بخون. برشدیم ایشون شروع کردن دست میزدن به اعضای بدن من، مثلا اعضای بدن تو دست میزدن؟ آره به کدوم اعضا؟ اعضای مثلا کلیه و مجاری ادرار. خیلی باحال. تصور کنی های توسی تو اون لحظات کلافه است، دیوانه، خون جلوی چشش گرفته. خون توی رگهای آلت تناسلی داره در جریانه، دیوانه وار. شروع میکنه مثلا تو حالت سکراوری که داره مثلا یه سوره رو میخونه و رانه من تحریک میکردم من اصلا این معنی تو این سن سال مثلا این اتفاق برای شورده هنوز معنی تحریک رو نمیده. چی جوری تو تحریک میکردن؟ یعنی عصبانیت، مزبوط اینکه عصبانیت میکردن، دست میدخون لپات که میدخون چاک کونت مثلا، پسرم این چقدر غلومبست مثلا، آفرین تو تحریک میشدی؟ یعنی خواستی کون بدی؟ من فکر کنم خواستی کون بدی یا سرش رو نمیدی؟
بعد وقتی که رسیدیم توی هتل اونجا ظاهرا قرار بودش که دو تا اتاق بگیرن اینا برامون، ولی ایشون یه جوری هماهنگ رفته اونجا هماهنگ کرده هاش توسی که یه اتاق بگیرن. یه اتاق یه تخته، تخته دو نفره. یارو پرسیده آقا نگاه کرده مثلا این برگشون و این چیزاشون این مدارکشون این برای مسابقات قرآن اومدن، این چرا این با نامزدش انگارم این کندخواد چیه؟ هفته قرار بوده دو تا اتاق داشته باشن، این گفته نه بچه 12 ساله های توسی گفته گناه داری شب تنها میترسی تو اون اتاق. دادن که به جفتمون یه اتاق دادن، یه اتاق دادن. بعد ما هم رفتیم اونجا. تو رفتی؟ ببین اصلا مثل گاف سرش رو انداخته پایین رفته، نگفتی چرا شب باید توی یه اتاق بخوابی؟ من و شما که با هم آشنا نیستیم، که داییم نیستی، عموم نیستی، کونی؟ یکی کونی دیگه حتی که نفهمه بیشور. بابا یاد بچه هاشون یعنی تو روح پدرت، مادرت لعنت. انی قرآن، انی به اسم قرآن مغز اینا رو گرفته بوده دیگه. بعد کسره چیز بوده، این آبروشون به اون چیزشونه، به اون شاختولنگ اصلاحات کسافت کاری میکنن. وقتی به هم محرم میشن میلیسن هم دیگر و کنده خارا، ولی این آرناموسی رو دارن. به بچی یاد نمیدن ما چونت محافظت کن لام هستن، این کون به باد میره بدبختت میکنه. توی اتاق من رفته بودم بعد از سفر، سنم خیلی کم بود، 12 سالم بود. بعد امروز اون سنین اصلا خیلی از مطالب رو نمیدونستم. الان هم تو ایس خیلی از مطالب رو نمیدونی، تو تحریک شده رو نمیدونی چیه. تحریکت میکرد هاش دوستی؟ مثلا این وقت میگه تحریک هم میکرد، مقابل سعی کرد من تحریک کنه دو مثلا دختره مثلا 12 ساله، دختر تو اون سن سال چیزی میفهمه دیگه. خب راست میزنه مثلا لپاش تحریک می چجوری تحریک هم تو معنیشو نمیفهمی. الان هم نمیفهمی عزیزم. ایشون در حق من خیانت کرد، من اخفال میکرد، من تحریک میکرد. اخفالت هم کرد، تحریکت هم کرد، اخفالت که غافلت، غافل انداخت و اومد طرفت گذاشت کنه دیگه. بیشعور بودی عزیزم. من رفته بودم اونجا تو حمام دوش بگیرم. اصلا نباید این کاری میکردی دیگه، این کار بعدی کردی. نمیشه بنده خدا نمیشه هاش توسی وقتی تو اتاق تو بری تو حمام، خب میاد دیگه پشت بر میاد، صبر نمیتونه بکنه، امونش بریده است. بعد از سفر بعدشون متوجه شدم که اومد وارد حمام شد، لخت درو بست اونجا. رفته دوش بگیره برای خودش، اما مخش ببین یادش ندادن، یعنی خانواده یادش ندادن آقا میری مسافرت، یارو غریب است که توی اتاق که نمیدونن که حتی دوتا مرد بالغ هم باشن. خب باید که یه حموم میدونه اون چیز رو داره، سرویس رو داره دیگه، نمیشه آشنا نیستیم که، زن و شوهر هم که نیستیم که کونیا. نباید بعد رفتی دوش بگیری خوشتوسی دوماده توی لخت برهنه. دوست عزیز پسرم، میخوام بلوغ رو به صورت کاملا آناتومی بلوغ رو بهت نشون بدم. سبحانک یا لا اله. یه قرآن ضد آب هم باید داشته باشه های توسی، میبره همون عاشق سوناس به دستک. بعدا گفتش که بیا بعد من هم گفتم که من بوق گذاشت بیا و ببین آناتومی رو، ببین بلوغ این شکلیه، بذار دهنت. آره من نمیتونم این کارو بکنم، شوکه شده بودم. شوکه شدی؟ باید نمیدید شما شما خود میدونم جایی این بچه. خب اولین کاری که بگیرم این اصلا مثل گاف واسطه، برای اینکه آشنا نیست با این مسائل. خب هیچی بهشون پدر مادر کونی یاد ندادن. شوکه اولین کاری که چیزی میزی بردار شهر کنیم کونی چه لخ اومدی اینجا حالیش نبوده دیگه، باشه کن زدی کونه و باد دادی و اینجا هم هیچ کاری نمیتونستم انجام بدم، داد و فریادی بکنم، چیزی بکنم. چرا داد و فریاد میکردی؟ یکی میومد یه ویتر یه چیزی و از هتل میومد آقا چه خبر اینجا، این به این کونی داده همونجا آبروش میرفت. این هم به تو یاد ندادن، تو روح پدرت دیدم، تو روح مادرت دیدم، تو قرآنتون دیدم. چه به کارخونه انمغزسازی این قرآن، مغزم قفل کرده بود. بعد ایشون شروع کرده بود هاش توسی همینطور داشت آنتن تلسکوپیش میومد بالا،
همه جهات رو بگیره. این بچه اوف کرده بود حاجی، این بلوغ این شکلی خیلی چیز خفنیه. این کار تکرار میکردن اینها که خیلی من مشمعز کننده بود. اینا هر وقت یاد این موضوع میفتم چیکار میکردن؟ بارم چیزی بکنم، هیچ، مغزم قفل کرده بود. بعد ایشون دهنش میخواسته بکنه، گفت دهنم قفل کرده بود. بعد های توسی داشتیم قفل باز میکرده. هاش دوستی یه کلید داره پسر خوب، هر قفلی رو بیندازه باز شما کلید رو هم از سم این کار تکرار میکردن اینها که خیلی من مشمعز کننده بود. اینا هر وقت یاد این موضوع میفتم واقعا لحاظ روحی خیلی لطمه بود. سوسیس بندری گذاشت دهنت پره خام میخواستی بگی هاش دوستی این خامه. چجوری بخورن بعدیشون این کار میکرد تا نهایتاً محتلم شدن اینها. محتلم شد هاشتوسی، محتلم می شود دیگه هاشتوسی. حتی تصور کنید اون روز اون لحظه دیدنیه هاشتوسی، چشاش اینطوری چسبیده پس کلش. محتلم شد، معنی محتلم شدن رو می دونست. ببین کلمه قرآنیه، تو روح پدرت من ریدم، تو روح استادات من ریدم. کلمه فقط می دونست محتلم شدن چیه، یا آب چسبناکی مثلا از تو سوسیسه میزنه بیرون یا رو محتلم میشه. اینو میدونسته ولی نمیدونسته حاج توسی داره چی کار میکنه. بعدها متوجه شد، دست از ما کشیدم، دست کشید بالاخره. آره کرش خوف بالاخره کره حاج توسی میخوفه و میگه که بعد چیز بعدی مثلا بعدی بعدی رو تاریخ میزنه. دوست این کلاس بعدی رو حتما باید باشی، همین که تو همو قرآن زده آب داریم. بعد ما رفتیم اونجا قرآن تلاوت کردیم و اینها. ببین این کارو باش کرده، این کونی رفته قرآن تلاوت کرده. خود تو سرت، من تو مغزت ریدم. یه تماس با پدر مادرت تو نمیتونستی بگیری، راهی نبود. بابای کونیت تو رو فرستاده به مسابقات یه کشور دیگه، باد در تماس نبود اینو بهش بگی. بعدش قرائت هم کرده. وقتی که برگشتیم از اونجا ایشون دوباره دست بر نداشت. اونجا بردار نیست که هاش توسی ولکن نیستش که، برای اینکه این شکلیه، برای اینکه فقط یه بار محتلم نمیشه هاش توسی، که دوباره پر میشه، دوباره باید خالی کنه. تصور کنید اصلا ربطی به قرآن و مسائل دینی نداشته سفرشون. سفر کاملا کونی بوده. اون تحریک میکرد توی فرودگاه اونجا، بازم تحریک داشت میکرد. یکی بیا ما هشتوسی یه بار که سوسیس بندری بهمون دادی خوردیم، حالا آلمانیشو میخوای بدی؟ آره حتاک میخوای بذاری دهنمون. مجله سکس بود و اینا میبود، مجله سکسی براش خریده، مجله سکسی خرش خریده. حالا این مثلا بچه 12 ساله مجله سکسی چی؟ گی خریده از اونجا یا مثلا سکس معمولی؟ خب تو گفتی مثلا این چیه، بلاکای اون زن است مثلا، این حفره چیه های شوسی؟ این توضیح بده. اونو بعدم تو کلاس های بعدی خود یاد میگیری پسرم. اول این مهمه، این یکی مال این آقای ببین چقدر شبیه اون حرکتی کردم انجام دادم، اون بخشی از قرآن مجید توصیه میکنه که حتما این مؤمنین و مؤمنات با این شاپلنگ آشنا بشن. خیلی مهمه، اصلا پایه دین اسلام اون شاپلنگ از اون سوسیس هست. آلمانیه اینجا برای نشون میداد هاتداگ چاقالی. فیلم های مبتذل و سکسی نشون میداد، فیلم های مبتذل. تازه معنی بابا ننویش بنام فیلم های مبتذل مثلا پخش میکنن پلانجا نره. یه وقت فیلم مبتذل اولین بار معلم کلاس قرآنش بهش فیلم مبتذل نشون داده، دسته فهمیده فیلم مبتذل چیه. چیز باحالیه، فیلم سوپر بهش نشون داده. چی کونی هستی مسایی توسی، چه مادر جنده ای هستی تو. حرفای تحریج کننده میزد اینا، حرفای تحریج کننده. همین دینی و قرآنی، خب معناش هم این بدبخت نمیدونسته. تو هیجانی میشدی؟ آره حتما دوستش کن بدی دیگه پسر خوب. اگه تحریک میشدی، تحریج میشدی، دوستش کن بدی. پس نبوده، تو معناش هنوز نمیفهمی. اصلا تو اون سنین اصلا ضرورت نداشت من اون مسائل رو بدونم. ضرورت نداشت دیگه، بگی میشه بیشوره احمق. تو اون سنین ضرورت داشت بدونی مسائل رو که کونت رو بباد ندی. پرز کونت رفت دیگه، الان بدبخت شدی. پرز کونت رفت، پس باید میخوای ازدواج کنی، بچت یا اونی مدرسه میگم بابات کونش پرز نداره، بابات کونیه. اینجوری بدتر از این
بابات کونی پسر خوب بابات مثلا هایش توسی بوده که الان پیر شده سن و سال دار داره حضرت قرآن میخونه این بابات کرده پرز کن رفته دیگه خیلی مهمه پرز کن خیلی مهمه لام از سبه بیدین بعد شب دوباره اومدیم توی هتل اونجا دوباره شب بشده پر ستاره چشمک بزن دوباره بیا با هم برخصیم ای پسر کون پا بلکن نیست های توسی حالا میدونه که این بچه هم پپه هست دستش به جیب من بابایی یه تماس نگرفته بگه کونت چطوره مثلا اصلا به مخیله بابایی دیوسش خطور نکرده که ممکنه کون بچه هم به باد بره پرزش هم بین بره لخت شدم به صورت دمه خوابیدن گفتن که شما لخت شدن به صورت دمر خوابیدن و گفتن چیا کنی شما بیان چیا کنی بیا مثلا عذرخواهی میکنم شما ما این کارو نکردیم امتناع میکردیم دوستان لخت دمر خوابید اگه این بری میخوابید اون داستان بود دمر خوابیده کونشو تو کونشو بده لیس بزنه پسره اونجوری هم حال کنه چه پدر سگی هستی توسی ببین تمام فیلم سوپرها رو دیده خواهد اجرا کنه اما مهم نیست پسر قاری قرآنه گفته دمر خوابیده رو تخت گفته باید بیای کونم رو لیست بزنی پروستاتش حال بیاد از اونجا ولی وادار میکردن که بله این کار صورت بگیره و اینها خیلی این کار باید صورت بگیره چیزی صورت میکنه وادار میکنه این کار باید برمیگشته مثلا های توسی پسر خوب جوان این کار باید صورت بگیره حکم خداست این کار با صورت بگیر بلیس اون سوراخ حفره این اخرایی رنگ پیدا میکنی و لیس میزن خوشکل لیس بزن کونیشو داده پسر لیس بزنه چه مادر قبه ایه خیلی بی ناموس خدا وکیلی دقت کردی؟ آقا فکر نکنی ما اینو مسخره کردیم ببینی اینا دیوونه هم اصلا اصلا هیچ حرفی از بابای نبود ننه نبود یه تماس نگرفتن گفتن بچه‌مون رفته در راه خدای دیگه در راه قرآن اونجا داره قار میزنه شب و روزگارتون خوش